اما بچه این سوال دقت کنید، ذره بارش چیه؟ بار ذره چیه؟ بارش مثبته. F و E این وریه، این F. MG اینجوریه نه؟ پس MG و F با هم مخالف همه. نکته که وجود داره اینه بچه ها، وقتی اینو پرت میکنیم این میره اون پایین متوقف میشه، دوباره برمیگرده بالا. چرا؟ بچه ها دقت کنید، مگه اینجا مثبت نیست؟ مگه اینجا منفی نیست؟ چرا؟ یه ذره مثبت رو سمت صفحه مثبت پرت کنی چی میشه؟ میره به سمتش، میره اونم که هم نامشه، دوباره برمیگرده بالا. این میره پرت میشه برمیگرده بالا. پس سرعت ابتدا کم میشه سپس افزایش پیدا میکنه. پس انرژی جنبشی ابتدا کاهش سپس افزایش. یه دور دیگه، مگه صفحه مثبت نیست؟ چرا؟ مگه بار مثبت نیست؟ چرا؟ مثبت رو پرت میکنی به سمت پایین. مثبت رو پرت کنی سمت مثبت چی میشه؟ میره به سمتش بر میگرده، میره به سمتش بر میگرده. پس اول سرعتش کم میشه بعد زیاد میشه. انرژی جنبشی اول کم میشه بعد زیاد میشه. اوکی دوستان، بریم سوال بعد. سوال بعدی، سوال کنکور ریاضی خارجی 94 در شکل روبرو در میدان الکتریکی در بتان 5 نیوتن متر کلون ذره با بار منفی 5 میکروکلون در نقطه ب بدون سرعت اولیه رها می شود. وقتی این ذره در مسیر مستقیم 20 سانتی متر جابجا شده و به نقطه آ میرسد، انرژی جنبشی آن چند جول است؟ انرژی جنبشی ب رو میخواد، آ رو میخواد. کای آ منهای کای ب می شود F D کوسینوس تتا W دیگه. آقا مگه ذره منفی نیست؟ چرا؟ پس F این وریه، F این وریه، F این وریه. جا به جایی هم که از B به سمت آه، از B به سمت آه. پس F و D هم جهت هم کوسینوسشون میشه یک. گفته از ب رها میشه سرعتش، کای آ میشه ای کیو دی به همین سادگی گلم 5 به توان منفی 6 20 سانتی متر. آ آ 1/10 دوستان. اوکیه؟ سوالی که نداری، ساده است دیگه این سوال، سوال ساده. فقط علامت ها رو دقت کنید. با سوال بعدی 141. سوال 141 سوال سختیه، به عنوان تمرین میدم، یه راهنمایی میکنم. بچه ها نگاه کنید، تغییرات تندی رو به شما سوال داده، دلتا وی رو به شما داده سوال. 100 از طریق فرمول انرژی جنبشی دلتا کا مساوی منفی دلتا یو یا همون دبلیو خودمون، مثل سوال قبل، این سوال قبل، شما دلتا کا رو پیدا میکنید. دلتا کا رو که الان دلتا وی وی دو منای وی یک رو به تو میده، دلتا کا وی دو دو منای وی یک دو رو به تو میده. این ویدو منای وی یک با کمک این دوتا دو معادله و دو مجهول وی یک رو پیدا کنید. حالا که وی یک رو پیدا کردید، این بار به جای 40 سانتیمتر 20 سانتیمتر در نظر بگیرید و سوال رو حل کنید، یعنی دلتا یو رو حساب کنید. تمرین میخوام ازتون پس فردا. دوستان چرا نمیتونید وسکید؟ الان تعدادی از همکلاسیارتون رو من میبینم. حالا سوال بعدی،
سوال بعدی، سوال جالبیه، این تمرین. مطابق شکل زیر، ذره بارداری به جرم 20 گرم بار 6 دهم میکروکولون در میدان یک نواخت فلان در راستای قائم با تندی اینقدر سمت پایین پرتاب میکنید، جهت حرکت در نقطه آ عوض شود. شما میدونید جهت حرکت در کجا عوض میشه؟ جایی که سرعت صفر بشه. یعنی لوس بازی در آورده، میتونست بگه سرعت صفره، نیومده بگه سرعت صفره، اومده بگه جهت عوض میشه. توجه میکنید؟ بنابراین دوستان خدمتتون بگم که میتونید این رو در نظر بگیرید. حل کنیم. ببخشید بچه‌ها، من اینجا دارم پیام میدم، بعد بچه‌هایی که نمیتونن وصل بشن دارم پیام اونا رو میدم که حالا بتونن یه جوری ارتباط بگیرن و بتونن تو کلاس حضور پیدا کنن. آقا این خطوط میدان از مثبت به منفیه، بارم مثبته، بار مثبته، پس اف الکتریکی این وریه، ام جی کدوم وریه؟ این وری. ذره داره اینوری حرکت میکنه، اف ما میشه ام جی منهای اف الکتریکی، دبلیو ما میشه اف دی مساوی دلتا کا، یعنی ام جی منهای ای کیو دی کا دو منهای کا یک. سرعت در نقطه آ صفره، پس دی می شود منفی ام وی یک دو دوتا ام جی منهای ایکیو. عزیزای دلم جاگذاری کنید، منفی 20 گرم سرعت اولیه شند یک، دو، 20 گرم جی ده منهای ای چند آقا جان؟ 5 ضرب 10 به توان 5. کیو چنده؟ 6 دهم میکروکولون. ببین یه دونه منفی به خاطر دهم، 6 داشتم به خاطر میکروه. نگاه چجوری حساب میکنم. ببین بابا، یه صفر و دو صفر این میشه 2 دهم، 5 6 تا 30 تا، 0 ضرب توان 6 3 دهم، 2 دهم منهای 3 دهم منفی 1 دهم میشه منفی 1 دهم 2 ضرب 10 به توان -2 میشه 2 دهم متر بر حسب چی خواسته؟ سانتی متر. یه 2 هم داشت بچه ها، نه؟ 1 دهم متر بر حسب سانتی متر خواسته، 10 سانتی متر. دوستان اوکیه دیگه، از این سب 3-4 تا سوال حل کردم. این دیگه سخت در این سب که پتانسیل بود، انرژی پتانسیل. البته بریم سراغ سوال بعد، درس بعد. بچه ها پتانسیل، انرژی پتانسیل تموم شد، وارد پتانسیل میشه. ببینید ما مشکلی که تو بحث انرژی پتانسیل داریم، یادتون باشه چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر ذره مثبت بود در جهت حرکت کرد فلان بشود، اگر ذره منفی بود در خلاف جهت. ما میخواهیم یک کمیتی رو تعریف کنیم که به بار بستگی نداشته باشه، یعنی چه منفی چه مثبت یه ویژگی یکسان رو بتونیم تعریف کنیم. برای همین میای میگیم پتانسیل رو تعریف میکنیم. پتانسی، ببین، انرژی پتانسیل یو
پتانسیل وی انرژی پتانسیل یو. آشنا بشید بچه‌ها، سلام کنم اون یو انرژی، وی خودشه دیگه، انرژی منرژی نداره. نکته دلتا وی تغییرات پتانسیل میشه دلتا یو تغییرات انرژی جنبشی به کیو. اگه یادتون باشه ما چندین فرمول داشتیم که توش کیو داشت، قانون کلون F کا کیو 1 کیو 2 بروی R2، میدان الکتریکی E مساوی F بروی کیو، نمیدونم همین پتانسیلی که الان داشتیم E کیو D. تو تمام اینا چه بار مثبت بود چه بار منفی بود، کیو داخل قدر مطلق بود، منفی کیو رو توی معادلاتمون لحاظ نمی کردیم. اما تنها فرمولی که منفی بار لحاظ میشه همین فرموله، یعنی اگه کیو منفی بود باید بذاری، اگه کیو مثبت بود نباید بذاری، یعنی منفی لحاظ میشه. اینجا ببین کیو توی قدر مطلق نیستا، دقت داشته باشید دوستان. یکا اختلاف پتانسیل ولت هستش، به افتخار آقای الکساندر ولتا. بحث باتری رو توی خودش میگم، اما این سراغ میدان الکتریکی یک نواخت. بچه ها اگه من جای دلتا یو ای کیو دی قرار بدم، گفتیم دلتا یو میشد ای کیو دی دیگه، یادتون میاد ای کیو دی، اگه اون رو قرار بدم کیو با کیو ساده میشه و میشه ای دی. اما خوب دقت کنه بابا، یک بار الکتریکی فرق نمیکنه مثبت یا منفی، اگه در جهت میدان حرکت کنه پتانسیل کم. ببین دیگه از شرش راحت شدیم، وی اگه در جهت میدان کم میشه چه مثبت چه منفی، اگه در خلاف جهت حرکت کنه پتانسیل زیاد میشه. حتی اگر دو تا بار داشته باشیم، یه بار مثبت یه بار منفی، خطوط میدان مثبت به منفی دیگه نه، اگه یه بار رو ورداریم از اینجا ببریم به اون ور، ببین چون در جهت پتانسیل کم از این ور به این ور پتانسیل زیاد. سوال زبان ران، اگه دو طرف مثبت باشن چی؟ اون موقعی که خطوط ما اینجوری بود، یادتون میاد جلسات قبل راجع به خطوط میدان الکتریکی صحبت کرده بودیم دیگه. این موقع اگه دقت کن اگه از یه سمت بار به سمت دیگه بریم، ابتدا پتانسیل کم میشه دوباره زیاد میشه، اول کم میشه بعد زیاد. اگه دوتا بار هم نام بود، دوتا بار در یک جا پتانسیل صفره، در یک جا پتانسیل صفر. کجا پتانسیل صفره؟ یادتون باشه گفتیم دوتا بار کجاها برایندشون صفر میشه؟ همونجا. اینا نکات فوق‌العاده ریز و مفهومیه که برای اون قصه های تطبیق 100% و ایناش خیلی لازم. افزایش میدان به کمک فشردگی خطوط تأثیری توی کم یا زیاد شدن اختلاف پتانسیل نداره، یعنی خطوط فشرده و کم بشن تأثیر نداره. چی تأثیر داره؟ در جهت، در خلاف جهت. در جهت پتانسیل کم، در خلاف جهت پتانسیل زیاد. حالا بریم تو سوال ها، مطلب بیشتر بهتون جا میفته. دوستان سوالی که تا اینجا ندارید،
آقا جان بریم سراغ حل سوال. کدام جمله صحیح نیست؟ اگر بار مثبت را از مجاورت صفحه‌ای با بار مثبت رها کنیم، کار نیروی میدان روی آن مثبت میباشد و لذا تندی و انرژی جنبشی آن افزایش مییابد. درست؟ با جابجایی در جهت میدان پتانسیل افزایش مییابد. این غلط دیگه. با جابجایی در جهت پتانسیل کاهش مییابد. کدام یک میدان‌های زیر یک نواخت میباشد؟ بچه میدان یک نواخت میدانیه که فاصله بین خطوط یکسانه. پس این یک نواخت نیست. این یک نواخت میبینی؟ اینم یک نواخته. فاصله بین خطوط یکسانه. بنابراین ب و الف. با سوال بعدی، در شکل زیر خطوط نشان داده شده مربوط به یک میدان الکتریکیه یک نواخت است که پتانسیل در نقطه آ، ببین پتانسیل در جهت میدان کم می شود، پتانسیل ب کمتر از آ، پس پتانسیل آ بیشتر از ب. میگه بار منفی را رها می کنیم. آقا بار منفی رها شده رفته سمت ب، نتیجه میگیری صفحه ب چیه؟ مثبته. پس صفحه ها چیه؟ منفیه. پس جهت میدان کدوم وریه؟ این وریه. در نتیجه پتانسیل در جهت میدان کمتره، پس وی سی کمتر از وی دی. خطوط میدان کدوم ورین؟ اون ورین. مثل ریاضی خارج 93 تمرین شما ساده است بچه ها، شبیه سوال های بالاست. مطابق شکل زیر در یک میدان الکتریکی یک الکترون از آ به بی پرتاب می شود. تنها نیروی مؤثر برای این الکترون نیروی الکتریکی باشد. کدام عبارت نادرست است؟ میدان در بی قوی تر است. خب این دو درسته دیگه، میدان در بی قوی تر است دیگه، فشرده است. خب در این جابجایی انرژی پتانسیل افزایش می‌یابد. بار ببین خطوط میدان اینوریه. الکترون مگه نیست؟ چرا؟ بار منفی در جهت میدان انرژی پتانسیلش افزایش می‌یافت. اینم درست. تندی الکترون در نقطه B بیشتر است. انرژی پتانسیل با دلتا K رابطه عکس داشت. دلتا U افزایش پیدا می‌کنه، پس دلتا K کاهش. چون دلتا K کاهش پیدا می‌کنه، پس تندی کمتر است. پس همین گزینه غلط. چهارم بررسی کنیم. میگه پتانسیل آب بیشتر است. درسته دیگه، پتانسیل در جهت کاهش پیدا میکنه. داشتم اینو میگفتم، فشردگی تأثیری تو پتانسیل نداره، در جهت پتانسیل کاهش پیدا میکنه. شکل زیر خطوط میدان را نشان میدهد. بیا مقایسه کن، فشرده تره، پس ای آب بیشتر از ای ب. در جهت میدان پتانسیل کاهش پیدا میکنه، پس وی آب بیشتر از وی ب. ای آب بیشتر از ای ب، وی آب بیشتر از وی ب. گزینه یک. سوال 151 بسیار سوال زیباییه. میگه که یه پارچه کتان رو به سرب میمالیم. اگه دقت کنی سرب میشه مثبت به سمت انتهای. ببین ترکیبیه اینجا با اول فصل. پس اینجا میشه مثبت. خطوط میدان اینوری هستند، ازش خارج میشه. بار منفی را از آ تا ب جا به جا کنیم، یعنی در خلاف جهت. بار منفی در خلاف جهت پتانسیل، انرژی پتانسیل کاهش می‌یابد، پس یو بی کمتر از یو آ. کلن چه منفی چه مثبت در خلاف جهت پتانسیل افزایش می‌یابد، وی بی بیشتر از وی آ.
146. ببین علی جان، سوال 146 پتانسیل در جهت کاهش می‌یابد. ببین پتانسیل در جهت کاهش می‌یابد، بنابراین پتانسیل نقطه B کمتر از نقطه آی. نقطه بعدی، اصلا یه جور دیگه یادتون باشه، نقاط سمت صفحات مثبت پتانسیلشون بیشتر از نقاط سمت صفحات منفیه. الان از این ور به این ور رفته دیگه، پس این ور صفحه مثبت، این ور صفحه منفیه، پس نقاط سمت صفحات مثبت پتانسیلشون بیشتره. این بابت سوال شما. امیر جان شما چی گفتی؟ من متوجه نشدم علامت سوال تو فقط می‌بینم. آقای کنانی قربونت برم. خب آقا بریم سراغ 152. هنوز وارد محاسباتش نشدیم، یه تعداد سوال امروز حل میکنیم و تمومش کنیم. دوباره الکتریکی نقطه Q1 و Q2 در فاصله دی از یکدیگر قرار دارن. بچه همونطور که میبینید این دوتا بار مثبتن، یعنی خطوط میدان اینجوریه. میگه اگه یک بار رو از آ تا ب جا به جا کنیم برای پتانسیل چه اتفاقی میفته؟ گفتم اگر یه بار مثبت یه بار منفی داشتیم این حالت عادی، ولی اگه هم نام داشتیم اول صفر میشد بعد زیاد میشد دیگه، این قاعدش بود. پس ابتدا کاهش سپس افزایش، گزینه یک یا سه میشه. اما گزینه سه میگه تا فاصله دی دوم کاهش سپس افزایش، گزینه یک میگه تا فاصله دی سوم. بچه ها چون این دوتا بار هم اندازه نیستن، این کیوه، این چهار تا کیوه، بنابراین در جایی غیر از وسط، اگه هم اندازه بودن دقیقا وسطشون پتانسیل صفر بود، چون هم اندازه نیستن غیر از وسطشون پتانسیل صفره، میشه گزینه یک. سوالای تحلیلی بسیار سختی، یا فکر نکن راحت میزنی سوالو ببینی تو آزمون نمیتونی بزنی نکتهشو ندونی، سوال فوق العاده سختیه، نکته داره. اما دیگه بریم تو محاسبات. آقا ریاضی خارج 93-98 هم اینشو داده بودن. بریم جلو ببینیم چی کار میکنیم. در یک میدان بار منفی 2 میکروکولون از آ تا ب جا به جا میشود. انرژی پتانسیل در آ و ب، ببین یعنی یو آ و یو ب رو به تو داده، 14 و 16. وی آر هم بهت داده، وی و ب رو میخواد. خسته نماشی نمیریم یه اینقدر سوال سختن. وی آ به وی ب، یو ب منهای یو آ به روی کیو. الله اکبر، اینو داده اینو داده اینو داده اینو داده اینو میخواد. خدای من چقدر سوال تست سخت برگریزونیه. وی آ 20، همین برگریزون رو میبینی اگه دقت نکنی تو جاگذاری جا به جا بذاری، منفی مثبت و اشتباه بذاری، همین برگریزون برات اشتباه در میاد. یو ب رو چند داده؟ 6 دهم. 6 دهم منهای 14، 2 دهم. بابا بیا اینجوری با هم راحت باشیم، میلی ژول هم سریع تبدیل کنم. ها کیو چیه گل من؟ منفی 2 میکروکولون. آقا منفیشو چرا جاگذاری کردی؟ گفتم حتما در این فرمول باید اگر کیو منفی بود منفیشو بذاریم. عزیز جون 2 با 2 ساده میشه، 10 به توان منفی 3، 10 به توان منفی 1، 10 به توان منفی 4 میاد تو صورت. -6 منفی 4 -2 میشه -100. پس یو ب میشه -100 مل به علاوه 20 میشه -80. آقا جان، عزیز جان، اگر این رو -100 میذاشتیم میشد 120. اصلا تست غلط در میومد، 120 هم تو گزینه ها بودا. یعنی اگر یه خورده این محاسبات رو دقت نکنی تست رو اشتباه میزنی، تست ساده است. سپر جان مشابه سوال امتحان دی نبود، همون سوال امتحان دی همین بود، همین سوال.
154 بار الکتریکی منفی 2 میکروکولون از نقطه با پتانسیل آ به پتانسیل آ جابجا می شود. انرژی پتانسیل دلتا یو یا قمر بنی هاشم تبلت ملت رو شکوندیم. دلتا یو کیو دلتا وی امید دقان نیادی پولی تبلت رو هم اما باید بگیره. آقا جان کیو رو داده دیگه، منفی دو دلتا وی. ببین منفی ده منهای منفی چه نیشه مثبت سی، سه دوتا شیش میشه منفی شیش ضرب در دوتا منفی پنج جول. آقا جان شیش ضرب در دوتا منفی پنج جول کاهش میابد، از کجا فهمیدی از این منفیه؟ اختلاف پتانسیل بین دو نقطه 500 ولت است. با صرف چند جول انرژی بار 8 میکروکولونی بین این دو نقطه جابجا می شود؟ چقدر سوال سختی. پونصد ولت 8 میکروکولونی پنج تا چل تا چار ست چار زبده ده به توان منفی چار سنجش 94 در اثر انتقال 8 میکروکولون بار الکتریکی از نقطه آ به نقطه ب 320 میکروجول انرژی آزاد می شود. آزاد می شود یعنی انرژی از دست میده، پس باید انرژی رو منفی در نظر بگیری. پتانسیل آ 200 ولت باشد پتانسیل B چند ولت است؟ دلتا وی دلتا یو به کیو وی بی منهای وی آ منفی 320 میکرو 8 میکرو منفی 40 وی آ داده 200 پس وی ب منهای 200 منفی 40 وی ب 160 ولت گزینه دو. ساده است دیگه اوجو. سری حل میکنیم میگه وقت واسه اینجور سوالا نباید سر کنکور حذف کنی، حل کنی. یعنی این 98 هم اینجوری دادن. سوال 157 تمرین. فکر کنم گزینه 3 هم بشه. 158 میگه که در شکل مقابل میدان ای 3000 فاصله 2 سانتی متر پتانسیل این اینقدر باشد دلتا وی چقدر؟ دلتا وی ای دی. اما مثبت ایدی یا منفی ایدی؟ ببین وی آمن های وی به مگه پتانسیل در جهت کم نمیشد؟ چرا؟ مگه بی پتانسیلش کمتر از آ نیست؟ چرا؟ یعنی آ بیشتر از بی دیگه؟ بله. پس وی آمن های وی به مثبته. پس این دوتا هست. 3000 دو سانتی متر ریاضی 89 بار منفی 4 میکروکولونی در یک میدان به بزرگی 10 به توان 5 رها می شود در این جا به جایی انرژی جنبشی 8 میلی جول افزایش وی به منهای وی آ. بچه ها علامتش رو بیاییم اینجوری حساب کنیم. وی به منهای وی آ چی میشه؟ وی ب منهای وی آ. بچه ها مگه در جهت پتانسیل کم نمیشه؟ چرا؟ پس وی آ کمتر از وی ب، پس وی ب بیشتر از وی آ.
چون وی به از وی آب بیشتره پس حتما مثبت. اما دلتا وی مگه نمیشه دلتا یو به کیو؟ اصلا دیگه علامتش رو در نظر نگیر، مثبته دیگه. دلتا یو میشد منفی دلتا کا دیگه، منفی دلتا کا به روی کیو، تموم شد. گفته 8 میلی جول کیو 4 میکرو کولون. منفی منفی مثبت، 4 × 2 = 2000 ولت 2 کیلو ولت. صد و شست در شکل زیر 98 بار الکتریکی از نقطه آ با پتانسیل 120 به نقطه ب می رود. انرژی پتانسیل 5 میلی جول تغییر می کند. پتانسیل B چقدر است؟ میگیم V B منهای V A. فرق این سال 98 با اینی که تو بفهمی بار منفی از آ رفته به ب، نه بار منفی در خلاف جهت انرژی پتانسیل چی میشه؟ کم میشه. بار منفی در خلاف جهت انرژی پتانسیل گفته 5 میلی جول تغییر میکنه، نگفته کم میشه یا زیاد میشه. تو باید خود بفهمی اینو باید منفی 5 بذاری. هنرش هم این منفی بوده، به بقیهش که دیگه هیچی نداره. منفی 50 میکرو، 50 میکرو اسقایی میکنه. این میشه حاصل 100. وی آ چنده آقا؟ 120. وی ب میشه 220. عزیز دلم اگر این منفی 5 رو لحاظ نمیکردی مثبت 5 میذاشتی میشد منفی 100، حاصل میشد 20. گزینه 1 هم تو گزینه ها بود، غلط میشد. علی جان سوالت کامل نیومده داداش، سوالت کامل بپرس. سوال بعدی بسیار ساده و خنده دار. میگه بار منفی 2 از آ تا ب جا به جا میشود. کار مثبت 5. تغییر انرژی چقدره؟ تغییر انرژی دلتا یو منفی دبلیو دیگه، بس میگه منفی 5. میشه گزینه 2 یا گزینه 1. از طرفی دلتا یو منفی کیو منفی، پس دلتا وی مثبت، میشه گزینه 2. آقا چی شد؟ دلتا وی دلتا یو رو کیو، این منفیه اینم منفیه، منفی به منفی میشه مثبت دیگه. اینم مقدار عددیش محاسبش. پنج دوم دو و نیم ضرب در 10 یعنی 25. ببین عزیز، بار منفی از آ رفته به ب در خلاف جهت حرکت کرده. بار منفی در خلاف جهت دلتا یو منفی میشد دیگه، کاهش پیدا میکرد. گفته 5 میلی جول تغییر میکند، نگفته کم میشه یا زیاد. تو باید بفهمی که کم میشه، پس باید اینجا منفی لحاظ کنی. زنده باشید. سوال 162. مطابق شکل زیر پروتون در نقطه آ با تندی در بتوان 5 متر بر ثانیه در خلاف جهت خطوط میدان الکتریکی یک نواختی به بزرگی 2000 نیوتن بر کولوم پرتاب شده و در نقطه B متوقف می شود. پرتاب شده و در نقطه B متوقف می شود. خب فاصله بین دو نقطه آ و B و اختلاف پتانسیل دلتا وی میشه دلتا یو به کیو منفی دلتا کا به کیو.
آقا جان جای دلتا یو گذاشتم منفی دلتا کا، جای دلتا کا میذارم یک دوم ام وی دو دو منهای وی یک دو به روی این دو. از کجا آمد یک دوم ام وی دو دو دیگه؟ فرمول انرژی جنبش. دلتا وی مساوی است منفی. آقا از کجا به کجا رفته؟ از آر رفته به ب، پس وی ب صفر، وی آ ده به توان پنجه، میشه ده به توان ده به روی دو کیو. منفی در منفی مثبت. ام جرم پروتون رو گفته 16 ضرب در 10 به توان منفی 28، 10 به توان 10 2 16 10 به توان منفی 20. عزیز دلم 16 با 16 ساده میشه، 20 میره تو صورت مثبت 20، مثبت 20 و منفی منفی 28 میشه منفی 8، منفی 8 و 10 200 دوم 50 ولت. این شد دلتا وی. دلتا وی ای دی، دی میشه دلتا وی به روی ای، 50 رو 2000 میشه 1/40 متر، میشه 25 میلی متر بر حسب میلی متر. یه جور دیگه هم میتونستید بگید دیگه بچه، نه؟ در خلاف جهت حرکت کرده، پتانسیل در خلاف جهت مثبته، پس گزینه 1 و 3 حذف میشد. بین دو صفحه تست کنکور ریاضی 95، بین دو صفحه به فاصله 2 سانتی متر اختلاف پتانسیل 500 ولت ایجاد کرده ایم. اگر یک ذره آلفا، ذره آلفا تو فصل هسته‌ای میخونید بچه ها، ذره آلفا ذره ای از جنس هلیومه، هلیومه که 2 پروتون داره، منظور این، اگر یک ذره آلفا قرار گیرد نیروی چند نیوتن؟ بچه ها میدونید F مساوی E Q، کیو رو داده 2 پروتون دیگه، اما ایو نرده. ای چی میشه؟ دلتا وی به روی دی. دومی رو اضافه کشیدیم. دلتا وی چقدر گفته؟ 500 ولت. دی چقدر؟ 2 سانتی متر. کیو چقدره؟ 2 پروتون، 16 ضرب در 10 به توان منفی 20. 2 با 2 میخوره. 5 تا 16 تا 80 تا، 2 تا 0 1 0 3 0 5 0 میشه 8 ضرب در 10 به توان منفی 15 نیوتن. سوال 164 میگه نمودار ای بر حسب دی کدام است؟ شما میدونید دلتا وی مساوی ای دی، نه؟ پس ای میشه دلتا وی به روی دی، ایگرگ مساوی آ به روی ایکس. به اینجور تابه ها چی میگن؟ تابه های هموگرافیک. الان ای جای ایگرگ نشسته، ایکس جای دی نشسته دیگه، پس تابه هموگرافیک گزینه 2. سوال 165 رو مشابهش رو حل کردم. تمرین دوستان. سوال 166 ذره ای با بار 6 میکروکولون به صورت خود به خود از آ با پتانسیل منفی 80
تا ب با پتانسیل منفی 200. بنابراین ذره داره حرکت میکنه. اگر انرژی جنبشی در نقطه آ 14 میلی جول باشد، انرژی جنبشی در نقطه ب چند میلی جول میشه؟ بسیار ساده است. دلتا وی دلتا کای منفی به روی کیو. دلتا یو دیگه نه؟ وی بی منهای وی آ کای آ منهای کای بی. بچه ها منفی رو اعمال کردم به روی کیو. منفی 200 منهای منفی 80 14 منهای کای بی 6 یک رو کلو. صد و بیست در 6 چقدر میشه دوستان؟ منفی 120. منفی 120 در 6 ضرب در 10 به توان منفی 6 میشه منفی کای بی به علاوه 14 میلی دیگه میلی جول میشه 720. 72 ضرب در یا 7 ممیز 2 ضرب در 10 به توان منفی 4 منهای 4 ضرب در 10 به توان منفی 4. ببین آوردم این بر مساوی منفی کای بی میشه منفی 11 ممیز 2 ضرب در 10 به توان منفی 4 منفی کای بی. کای بی میشه 1 ممیز 12 میلی ژول. محاسبه است دیگه. دوستان دو سه تا سوال دیگه، یکی دو تا سوال دیگه حل کنیم و فعلا واسه امشب کافیه تا جلسه بعد ایشالله پتانسیل تموم و خازن رو شروع کنیم و این فصل تموم بشه. بین دو صفحه رسانه موازی که در فاصله 4 سانتی متری از هم قرار دارن اختلاف پتانسیل الکتریک 5000 ولت ایجاد کرده ایم. اگر یک ذره با بار 5 میکروکولون اینقدر بین دو صفحه قرار گیرد، با تو میچند به صفحه دیگر. بچه ها دقت کنید، دلتا وی در کیو میشه منفی دلتا کا دیگه، دلتا یو میشه منفی دلتا کا. منفی 1/2 وی 2 منهای وی 1/2 دلتا وی در کیو. سرعت اولیه رها میشود، پس وی 2 به توان 2 میشه 2 دلتا وی کیو به روی ام با علامت منفی. منفی 2 از اونجایی که یک عبارت توان 2 مثبته، بنابراین دلتا وی باید منفی باشه. منفی 5000 کیو 5 میکرو کلون ام 2/10 میلی گرم. 2/10 ببین میلی گرم منفی 6
نگاه کن خوشگل من، دو با دو خط میخوره، منفی با منفی خط میخوره، منفی 6 با منفی 6 خط میخوره. 5 5 تا 25 ضرب در 10 به توان 4. حالا چی میخواد؟ سرعت رو میخواد، جذرش میشه رادیکال 25، 5 رادیکال 10000، 100 500 متر بر ثانیه. کافیه دوستان، من متاسفانه تصویرتون ندارم، سیستم من قطع شد. خیلی ممنونم که تشریف فرما شدید، خیلی ممنونم که حضور پیدا کردید، دم همتون گرم، ایشالله استفاده کرده باشید. سعی میکنم در اولین فرصت فایل رو بگیرم براتون قرار بدم که چند باره ببینید. قطعا قصد بنده و همکارانم، حالا در هر کدوم از همکارهای مختلفی که زحمت میکشن، اینه که استفاده کنید. خدا شاهده هدف ما کمک به شما دوستانه، یعنی من هم میتونستم الان بگیرم استراحت کنم، منتی هم نیست، منت شما رو میکشم، افتخارم میکنم که در خدمت شما هستم و ممنونم که شما تشریف دارید اینجا پیش من. فقط خواهشم اینه جدی بگیرید، بخونید. بچه ها خیلی بعید میدونم تایم کنکور رو عقب بندازن، یعنی بندازن نه اینکه منظورم این که یه چیز خیلی عجیب و غریب مثلا یه 3 ماه عقب بندازن. بنابراین این پروسه‌ای که باش درگیر هستیم باید خیلی خوب از زمانمون استفاده کنیم. دوستای خوب، انگیزه ها رو از دست ندید، جدی بگیرید قصه رو. فرصت بسیار خوبی هستش. یه نکته رو حالا چون اغلب دوستان 12 هم هستن میتونم بگم، امسال حدس بنده اینه که درصدهای بالا ما زیاد خواهیم داشت. دلیلش اینه که خیلی از دوستان توی فرصت نشستن خوندن. حیفه، از فرصت خیلی خوب استفاده کنید، به هیچ وجه خودتون نبازید، الان وقت دل باختن نیست. توکل کنید، دعا زیاد بخونید، واقعا یک فضای معنوی برای ذهن خودتون ایجاد کنید که تو این شرایط بتونید آرامش داشته باشید، بیشترین نتیجه ها رو بتونید کسب کنید. هر کمکی هم من بر اومد با کمال میل در خدمتتون هستم. دم همه گرم، پیشا پیش باز هم نیمه شبان رو تبریک میگم. واقعا از فضیلت امشب هم بی بهره نمونید و انشالله که توفیق بندگی خوب خدا نصیب همه ما بشه. خیلی مخلصیم.